دوست گلم سلام، با یه ویدیو دیگه هستیم کنارتون و همراهمون کمند خانم و پریسا خانم هستن که میخوایم درباره زندگی مجردی تو اینجا صحبت بکنیم که ستایی مجردی داریم اینجا زندگی میکنیم و موارد مختلفی هم داریم میبینیم. میخوایم این تجربیات در اختیار شما بذاریم که اینجا چه جوریه و تو ایران چه فکرهایی درباره زندگی مجردی تو ترکیه میشه صحبت بکنیم. خب بچه ها استارت بذاریم، کی میخواد بگیر اول از هر کسی؟ من که اون اوایل مثلا حالا کسایی که منو میشناختن و اینا، البته نه کسایی که منو میشناختن، کسایی که من نمیشناختن و مثلا راجع شخصیت من و اینا نمیدونستن، اینجور بودن که خب رفتی ترکیه و مثلا همش بار و اینا، اینجور بودن بار؟ من 3 سال و نیم تو ترکیه هنوز بار نرفتم. مثلا اینجوری نیستش که خب آخ جون رفتیم یه جایی که مثلا حالا بار و مشروب و فلان و اینا هست و دیگه از صبح تا شب. واقعا بچه اینجوری نیست، قرار نیستش که اون آدمی که ایران بودیم یهو کلا فراموش بشه بعد کلا بیایم اینجا دیگه همه چی آزادی و فلان و اینا. به نظر من این بیشتر برای کسایی که ذره ببخشید این حرف رو میزنم ولی کلمش اینه که یکم باید عقده‌ای باشه طرف که این کارو بکنه، چون میدونی هر چیزی یه سری چارچوب داره، آدم طی اون چارچوبا باید حالا هر جایی که هست میخواد وسط پوکت باشه، میخواد تو استانبول باشه، هر جا باشه طبق اون چارچوبا رفتار میکنه. پوکت کجا میشه؟ تایلند. تجربهش نشه. آره منظوری که دارم هر چارچوبی داره طبق اونا برخورد میکنه و اینکه خیلی مهمه که شما مثلا برای چی مهاجرت کردی. اگر مهاجرت کردی که زندگی بهتری داشته باشی، کار کنی، تحصیل کنی و خودتو ارتقا بدی، از همون اول باید بدونی که اینها بخشی از زندگی صرفا برای اینکه تو بخوای یه تفریحی بکنی نه اینکه کل زندگیت باشه. حالا یه ماهی یه بار مثلا یه میهانهی بری، اونم باز من تا حالا میگم بار نرفتم ولی به نظر من فضای میهانه خیلی بهتر از بار و کلابه، چون فضای میهانه معمولا خانوادگیه و بیشتر خود ترکان، خیلی فضاش متفاوت از بار و کلاب و ایناست، خیلی فرق کنه. یه چیزی مثل چیز دیگه کافه نه، مثل سفره خونه های ایران میشه. سفره خونه ایران که مدرن آره ببین مثلا توش چمیدم رقاص میاد و اینا، ولی خانوادگیه، معمولا اصلا حالتی نیستش که شما دوچار مشکل بشین. بعد انقدر توی حالا همونجا هم سکیوریتی هستش که شما یکم احساس ناامنی هم حتی اگر بکنید بگید اصلا دیگه تمام کار. ولی اصلا این خونه ها خیلی به نظر من بهتر، اگر هم یه وقت خواستیم تو این فضاها برین بریم این خونه ها، هم آهنگاش اکثرا ترکیه رقص و اینا دارن، بیشتر کلابا و اینا آهنگ خارجی و انگلیسی و اینا میذارن همونجایی که من شنیدم، و فضاش خیلی متفاوته، خیلی میخونه، فضای سالم تری داره. ولی در کل شما اگر که مهاجرت کردین برای یک زندگی بهتر، اگر از هم اول بخواین بیافتین تو این فاز، به جای اینکه سیر صعودی طی کنین سیر نزولی طی میکنین، چون یه سرگرمیه دیگه. شما هر دفعه می الان مخصوصا ورودی میخونه ها زیر 1500 نیست یا 1200 اینا نیستش، مگه اینکه بعضی از میخونه ها برین که فقط حالا به خاطر با اون مشروبی که میخورین یا اون غذایی که میخورین پول بدین، ولی اکثرا ورودی دارن و چون ورودی دارن فضاهای بهتری هستن، یعنی هر کسی با نمیشه بره توشون. به خاطر همین شما تا 1 سال 2 سال اول به نظر من خیلی وارد این فضا نشین، مخصوصا اگر مجردین، یعنی با خانواده نیومدین اینجا، خیلی حواستون به ارتباطاتتون باشه، خیلی 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 زیاد، چه پسر باشین چه دختر. من دوستایی داشتم که پسر بودن، سنشون کم بود، از 17 سالگی اینا اومده بودن و با یک سری دوستای حالا همسن خودش ولی طور آشنا شده بود و خیلی اونا اصلا بنده خدا رو بیه راه‌های خیلی عجیب غریب برده بودن و مثلا بدون اینکه بهش بگن بهش مشروبی که توش قرص و اینا قاطی کرده بودن داده بودن و بنده خدا 3 روز بیمارستان بود و اصلا حالا اونم اصل بدی نداشتن، دوستشون پسر بودن همه،
ولی خب بنده خدا همه چیش قرقاتی شده بوده، یعنی پسری که تا دیروز یه آبجو نخورده بود یهو فکر کن مثلا یه سه خیلی سنگین و بعدش هم نگفته بودن، گفته بودن آب میوه است مثلا یهو برو بالا. اینو بنده خدا میخواستن حالش خوب بشه، حالا خوب بهش رسیده ولی بدتر شده، خورده بود دو روز افتاده بود بیمارستان و دیگه شستشون میده و اینه اصلا داستان براش به وجود اومده بود و اونا هم سنشون کم بود، گذاشته بودن رفته بودن، کسی وای نساده بود این بنده خدا رو. اصلا میترسن از بحث اون پلیسش و داستانش و خانوادهشون. بنابراین دوتا چش دارین، دوتا چش دیگه هم قرض بگیرین و حالا باز پریسا بیشتر در جریانه، مثلا وقتی دخترین اینجوری نباشین که خوب آخ جون مثلا حالا یه پسر ترکه بینم باش دوشم مثلا ازش حالا یه سری فایده ها بگیرم، یا مثلا با هر کسی به راحتی دوست نشین، خونتون و آدرسش رو به هر کسی به راحتی ندین، یا حتی اگر دیت میذارید میرید بیرون وقتی میخوان برسوننتون نیاین تا دم در خونه. تمام اینا چیزایی که برای امنیت خودتونه، شما نمیدونید که اون آدم چش رو شخصیتی داره، ممکنه چه میدونم از لحاظ ظاهر فکر کنید خیلی پول داره، پزشکه، اله بله فلان، ولی میرید اصلا میبینید که واویلاییه، یه مشکل روانی داره واقعا، یه فیلکای عجیب غریب دارم بعضی. هیچ عنوان توی مراحل اول، اولا که نگید تنها زندگی میکنی، اصلا نگید، اصلا ترک ها خیلی عادت دارن در مثلا تو آسانسور هم میبینن تو ازتون میپرسن که خب با کی زندگی میکنی چند زن، یعنی شجره نامتو در از 5 دقیقه در میارن، خیلی کنجکاوه. نگید که من دارم تنها زندگی میکنم، اطلاعاتتون رو به هر کسی ندید، مخصوصا اگر توی نرمال آپارتمان دارید زندگی میکنید. نگید چه ساعتهای دانشگاه، چه روزهای دانشگاه، کی نیستم، در حال همه ما یاد. اصلا دلیل نداره اطلاعات شخصیتون در اختیار کسی بذارید، حتی اگه همسایه باشه، آشنا هم بشه، دوست هم بشه، خیلی چیزا نگید. میدونی مثلا چون دفعه اولشه میخواد ارتباط برقرار کنه از ذوق و فکر میکنه که حالا بگم اشکالی نداره دیگه، یا مثلا دوستمه دیگه، میگم من 2 روز در هفته دانشگاه فلان، ولی شما اون آدمو نمیشناسید، ممکنه برنامه‌ریزی کنه بدون آقا شما ای پس این ساعتا دانشگاه است، خونه نیست، فلان میسره و مشکل براتون به وجود میاد. حالا بقیه بچه‌ها بگن، باز کلی نکته دیگه هم هست. من یه چیزی که همین اولش بگم و بعدش ادامه بدم اینه که کلا چه تو ایران زندگی میکنید، چه تو استانبول، چه تو هر کشور دیگه، چه میدونم تو دنیا زندگی میکنید، وقتی داری مهاجرت میکنی، تنها زندگی میکنی، این استقلال رو انتخاب میکنی، هیچ وقت به کسی غیر خودت تکیه نکن. نگو من میرم با پسر ترک آشنا میشم اونجا اقامت میگیرم آشنایی اینجا من میرم دختر ترک رو تور میکنم اونجا نمیدونم اقامت میگیرم باباشم کارخونه داره، اصلا از این خبران نیست. این تو فیلم های جیم تی ویه، این تو فیلم های جیم تی ویه، 15 کانال داره، هر کانال یه دونه روی یه دونه فیلم نامه پیش میرن، تو زندگی واقعی اصلا همچین چیزی نیست. اینکه خونه، حالا خانواده بحثش جدایه، ولی اینکه آشنا عمو و خاله و دایی و دوست و فرق فامیل در مورد شما چی فکر میکنن اصلا مهم نیست. پس اینقدر به این اکتفا نکنین که خودتون رو به دیگران ثابت کنین، شما محترمترین شخص برای خودتون هستین، درست زندگی کنین و برای کسی توضیح ندین، اون میتونه بپذیره حرف تو رو و باور کنه و میتونه نپذیره، که قسم و آیه نیار که من دارم این مدلی زندگی میکنم. اگه نمیخواد باور کنه اوکی دیگه، میل خودشه، شما مسئول طرز فکر آدم ها نیستید. اینو اولش گفتم بگم و راجع به زندگی مجردی به عنوان شخصی که حالا 12 سال دارم تنها زندگی میکنم، ببینید اوکی همه آدما وارد یک رابطه عاطفی میشن، یکی دیرتر یکی زودتر، یکی اشتباه یکی درست، هر کاری دارین انجام میدین یه چارچوب داشته باشین و یه احترام متقابل، نه تو از طرف بخواه عوض بشه نه طرف از تو بخواه عوض بشه. اینا همین جملای آشناییه که همسن و سالای ماها باهاش مواجهن، خب و اینجوریه که فکر میکنن که وقتی اینجا میان، به خصوص متاسفانه دوستانی که ما هممون میشناسیم توی محیط بسته بزرگ شدن توی ایران، اینجا که میان نمیدونم آزادی بیش از حد میبینم و واقعا دیگه خراب میشه، خودشون رو قشنگ ول میکنن، یعنی تی جمعشون آره، یعنی ما
دوستی داریم که مثلا میخواست با ما بیاد مهمونی، چون توی خانواده بسته بوده سنش هم بالا بوده، یعنی اما ها بزرگتر بوده، قبل زنگ میزنه مامانش ادای آدمایی که میخواد بخوابه رو در میآورده، میگفت مامان شب بخیر بابایی، بعد از اون بر ما میاد مهمونی. میدونی چی میگم؟ بعضی وقتا خانواده ها خودشون مقصرن. بابا اعتماد کنی به بچه هاتون. کسی که بخواد در بره چه تو بهش سفت بگیری چه بهش سفت نگیری در میره. اون آدم باید خودش یه چارچوبی داشته باشه. هیچ کدوم از ماها قدمایی که پدر مادرمون برداشتن و زندگی نکردیم، بچه های ما هم همینطورن، حتی پدر مادرای ما اونجوری که پدر بزرگ مادر بزرگمون زندگی کردن زندگی نکردن. پس یه حرمتی برای خودتون قائل بشین، درست زندگی کنین. من خودم اینجوری بودم، من تازه اومده بودم نان استاپ با بچه ها، چون من خیلی خوب میشناسم، من نان استاپ کار میکردم، نان استاپ درس میخوندم و یک سال اول اصلا زمان نداری که به میخونه و به نمیدونم کلاب و حتی گاهی وقتا به ساحل نشستم چای خوردن کنار دوستات بشین. تازه از سال اول که میگذره و یه ذره شرایط مالیت استیبل میشه، شرایط زندگیت استیبل میشه، آره میتونی به تفریحاتت برسی، ولی واقعا اینجوری باشین که تمام هفتهتون رو کار کنید، آخر هفتهتون برین به عشق و حالتون بپردازین. این خاصیت زندگی کردنه، ولی یه سری حرمت ها رو برای خودتون رعایت کنیم. متاسفانه ما اینجا یه سری دوستایی داریم که یه سری آدمایی که ما میشناسیم، حالا صرفا ما دوستم نیستن، میشناسیم از این برانبر میبینیم که اصلا کم نیستن، اینقدر زندگی خودشون رو نابود کردن که نه راه پس دارن، نه راه پیش دارن، نه میتونن ایران برن، نه میتونن با این شرایط اینجا زندگی کنن. جوون ماها نکنین با زندگی خودتون این کارو. آره به خودشون میام میبینم کلی از چیزاشون رو از دست دادن. دقیقا ببینین ماها میخواییم زندگی کنیم، اینجوری که همسن و سالای ما در اینجا زندگی میکنن واقعا دیگه دارن بردگی میکنن، یعنی یه جوری وارد زندگی یه نفر دیگه میشن که مجبورن چی بهش میگن؟ غلام حلقه به گوش طرف باشن. خب آره تنها زندگی کردن سخته، تنها پول در آوردن سخته، تنها اجاره خونه دادن سخته، تنها یخچالتو پر کردن تو کشور غریب خیلی سخته، لباس خریدن با این شرایط مالی سخته، بخوای نمیدونم خیلی پرفکت باشی سخته، ولی میتونی. ماها که از نظر عقلی مشکل نداریم که سالم بودیم که مهاجرت کردیم، علاوه بر جسمی هم مشکل نداریم، پس میتونیم کار کنیم. پس اون سختیه رو به جون بخرین، ولی واقعا آدم زندگی کنین. این پیشنهاد منه، مگر اینکه خودتون دیگه یه طرز فکر دیگه داشته باشین و از اولش که میخواییم مهاجرت بکنین بگین اوکی من این سختیه رو قبول نمی کنم، میرم اونجا به هر طریقی زندگی میکنم، فقط به خاطر اینکه یه کلاب برم، یه مهمونی برم، یه لباس خوب بپوشم، یه لباس مارک بپوشم. ما ها اینجا خیلی آدم ها رو دیدیم که برای یه دونه کتونی مارک خریدن، برای یه دونه سفر مثلا خارجی دبی رفتن، همه جوره دیگه خودشو فنا کرده، فدا کرده. اون سفر رو خودت میتونی بری دو سال دیرتر، ولی با دسترنج خودت، ولی با یه سر بالا افتاده. اگه میخوای اینجوری زندگی کنی و غرور داشته باشی که راهش اینیه که ما رفتیم، اگه میخوای نکنی که اوکی هر دیگه هر جور میخوای زندگی کنی. یه چیزی من بگم، من داشتم میومدم اینجا همه اینجوری بودن که وارد دانشگاه که شدی از همون اول تمرکز فقط پسره میکنی. آره شروع میکنی به خدا تمرکز میکنی از همون ترم اول یه پسر، یعنی دارم با دیالوگای خوش رو از همون اول یه پسر تو رو کتور میکنی پول دارم باشه، قشنگ نگاه کن که پول دار باشه، هم شهروندی تو بگیری، هم اقامت تو، هم تضمین زندگی. باباشم به قول مریضا کارخونه داشته باشه که بعد بیمه رد بکنه. من هم اینجوری اقامت گرفتم، یارو شهرت میگرفتم اینجوری اینا. ولی خب همونجوری که پریسا میگه، ببین درسته کشور همسایه ای، اما فرهنگا در بدن خیلی متفاوته. یعنی وقتی که تو میری یه وارد ارتباط عاطفی یه با یه ترک میشی، وارد یه سری چیز دیگه هم میشی، چون اصلا اونا به اندازه بعضی از مثلا پسر ایرانی ملوس نیستن، نه واقعا از بیرون نگاهشون نکن، از درون بسیار سنتی هن. از درون بسیار سنتی، خانواده های بسیار سنتی هستن، هر چقدر که از بیرون مدرن باشن. البته من اینم بگم، اونایی که دنبال این تفریحات روزمره هم میخوان یکی دو روزه باشید، یه هفته باشید، یه
با هم دیگه چالش داشته باشی برید بگردید اونا نه اوکی ان مثلا عین خیلیشون ولی وقتی وارد چیز میشن خیلی سخت میشه. آره یعنی یه سریا هستن من چون از اطرافیان شنیدم مثلا دختره ایرانی بوده میاد با یه پسر ترک دوست میشه بعد مثلا از ایران بدتر یعنی پسره دائم چک میکرد چی پوشیدی کجا رفتی با کی حرف زدی فلان جا نمیتونی بری بیسار جا نمیتونی بری یعنی شده بود به قول فریزا غلام حلقه به گوش و تو کشوری که آزاده این بدتر داشت زندگی میکرد یعنی با یه محدودیتی بدتر از تهران بدتر از ایران داشت زندگی میکرد چون که پسر قشنگ دنیا رو برای جهنم کرده بود انقدر که مثلا گفت این کار نکن اون کار نکن فلان نکن بسار نکن میترسوندش یا مثلا خانواده پسر سرشناس بودن بعد مثلا به دخترم گفتش که من نمیتونم تو ماشین اینجا با تو باشم نمیتونم اونجا ببرمت وقتی میبرمت اونجا من برو زیر صندلی برو فلان کن یعنی خب این همش داره به عزت نفس شما به اعتماد به نفس شما به اقتدار شما ضربه میزنه و تحقیرتون میکنه دقیقاً به قول پریسا واقعا نمیارزه یه تا زندگی کردن مهاجرت کردن هزینه در آوردن که شما بخواین اینقدر از خودتون از سرمایه های درونی خودتون خرج کنین به خاطر همین قبل از اینکه مهاجرت کنین یه چارچوبی رو برای خودتون در نظر بگیرین درسته همه ما اشتباه میکنیم همه ما وارد روابط غلط میشیم ولی اینکه کجا متوجه شیم که این غلطه و ازش بیاییم بیرون خیلی مهمه یهو مثلا میشه طرف ادامه میده و میگه که ایول این خونه داره میرم باهاش توی خونه زندگی میکنم میرن با هم توی خونه زندگی میکنن یه بحث کوچیک مجبور میشن از همدیگه جدا بشن بعد دختره میمونه و حوزش یعنی بدون خونه میمونه خونه ها قیمتش بالا رفته درآمد نداره میدونی واقعا توی یک کشور غریب میمونه بدون هیچ درآمدی هیچ پشوانه هیچ سرپناهی به خاطر همین بهترین آدمی هم که حتی میاد توی زندگیتون بازم برای خودتون پشوانه خودتون رو داشته باشین سرپناه خودتون رو داشته باشین که مجبور نشین یه روز به خاطر نیازتون به یک آدم بسازین و بسوزین و مثل قدیمی ها بشین تو جایی که انقدر امکانات داره که دستتون تو جیب خودتون باشه انقدر امکانات واسه خانوم ها قائل میشه شما خودتون رو زیر سوال نبرین که پس فردا اگه خواستین از کسی هم شکایت کنین پلیس رو یه خوب خودت کردی دقیقا من یه لحظه دوربین تنظیم کنم بیام نور داره کم میشه فقط ترک ها اینجوری نیستن الان خواستم بگم البته فقط ترک ها اینجوری نیستن یه ایرانی هایی هستن تو این کشور ماشالله هزار لایک و دست صد تا شیطون از پشت بستن شما رو با هزار تا وعده و وعید و هزار تا چیز چشتون رو خور میکنن بعد یه آروم آروم میبرنتون توی وادی های دیگه با اینا واقعا خیلی حواستون باشه چهار چشمی حواستون باشه و گول چهار تا هتل پنج ساتره و مسافرته چه میدونم کاپادوکیا و ویلا مثلثیه ساپانجا و اینا رو نخورید به خدا اونا رو با دوستاتون دو سال دیگه میتونید بید اصلا نگران نباشید ولی اون بهایی که الان بابتش میدید خیلی سنگینه ببین من یه سری تجربه تالا دارم اینا رو بگم مثلا یه سری از دوستان اول دخترها رو میگم بعد پسرها یه دوستی باید اومده بود اینجا خب شرایط موندن اینجا تو ویدیو هم کامل توضیح دادم که چه جوریه میتونید چه جوری بمونید چه کار باید بکنید کسی که اینجا مثلا همین امروز خونه اجاره بکنه طبق قانون میتونه سال بعد 25% بذاره رو اجارهش و سال بعد هم خونه داشته باشه و این ملزم به اینه که اون قراردادو ببنده و واسه این که بعضی از دوستان بتونن با همدیگه زندگی کنن من یه ویدیو درباره همخونه ساختم اونو حتما نگاه کنید میان با پسر همخونه میشن و دختر و پسر که با هم همخونه میشن آقا همخونن قرار نیست این واسه رابطه شکل بگیره اتفاق بیفته و متاسفانه
میان و وارد رابطه میشن، رابطه به یه جای سمی میره و آدم ها هم دیگر نمیشنسن. خب به واسطه که خونه موندید با هم دیگه قرار نیست با هم رابطه چیزی داشته باشید. متاسفانه برقرار کردن، پسر آدم فوق العاده سمی بوده و همه جوره تغییر میکرد، هر روز دعوا بوده. من اینو شخصا گوشیم هی زنگ میخورد، نگرانم بودم. خب هموطنم، دوست آشنا، بالاخره از طریق یوتیوب آشنا شدیم با هم دیگه، من راهنماییش کردم ولی اون شخص من معرفیش نکردم، خودش رفته پیدا کرد. گفتم با یه دختر اگه میتونه چی هم خونش، حالا تو جنسیت دخترم باز ممکنه باز چالش داشته باشن، همه اینا ممکنه، باید بشنسید دو نفر که هم دیگر میشنسید هم خونه بشید یا مستقل بگیرید. توی ویدیو قبلی را در مورد این شرایط اینجا صحبت کردم که مثلا تو خارج 7-8-10 نفر میمونن، ممکنه ما اوکی نباشیم یکی دو نفر تو اینجا میخواییم بمونیم. این برای به همون مسئله، باید کسی رو بشناسید که دو نفره بتونید با هم دیگه زندگی کنید، با هم بمونید، نه صرفا واسه اینکه یه خونه رو اجاره کنید برید با یه نفر وارد رابطه بشید. یا اگه هم خونید همون اول یه خط قرمز بکشید، آقا ما فقط هم خونه ایم، چیزی بیشتر از این قرار نیست اتفاقی بیفته، نه به تو ربطی داره من کجا میرم، کجا میام، چی کار میکنم، با کی حرف میزنم، نه به من ربط داره تو چی کار میکنی. اینو وقتی خراب میکنی، این بوتو که میشکنن دیگه تموم میشه، دیگه واقعا اون زندگی عادی نمیشه. که متاسفانه مشکل خوردم و مجبور شدن جدا بشن، هر کدوم جداگونه خونه گرفتن و کلی هزینه اضافه این وسط واسه شون شکل گرفت. این خیلی دردناک بود. و یه موردم پسر بهتون بگم که با دوست دخترش میرفت با هم زندگی میکردن و این رابطه شون به هم خورد. خب پسر خونه داشت، به خاطر دختر خونه رو پس میده و میره با این همخونهش که دوست دخترش باشه همخونه میشه، با هم دیگه زندگی میکنن و بعد یه مدت مشکل میخورن، جدا میشن. پسره اون خونه ای که میتونست با اجاره خیلی پایین تر که قبلا گرفته بود، حالا 25% بزنیم روش، 50% بزنیم روش خونه بگیره، خونه رو داشته باشه، مجبور میشه دوباره بره همون قیمت روز خونه رو بده که خیلی بالاتر شده بود. مثلا بعد یه سال واقعا قیمت خیلی فرق کرد و این وسط بی خونه آسوپاس مونده بود که مونده بود تو خیابون من کجا بمونم. حالا خدا رو شکر یه خونه پیدا که از طریق این گروه های تلگرامی و اینا رفت با یه نفر باز هم خونه شد. ولی بازم اینجا یه چالشی داره. چالشش چیه؟ نفوذش ثبت نیست، اسمش تو قرارداد نیست، چون رفته فقط هم خونه شده، با هم خونه رو نگرفتم و ارجعیت با اون شخصی که اسمش تو قرارداد هست. صاحب خونه اون رو نمیتونه بندازه بیرون، ولی شما رو میتونه بندازه بیرون یا خود اون شخص. این مسائل هم ممکنه پیش بیاد و هر کی که اومد اینجا، اینو از جانب خودم میگم شخصا، مثلا پریسا یکی از دوستای صمیمی منه، کمند یکی از دوستای صمیمی منه، حتما نباید اتفاقی بین ما بیفته یا مثلا چیزی باشه این وسط که خیلی فکر میکنم مثلا با دختر میری بیرون، آره دوست دخترته فلان رفتی ترکیه خوب مقصدی نیست. اینجا روابط فرق تو ایران هم همینه، من تو ایران هم همین بودم، دوستام دختر بودن ولی قرار نبود حتما دوست دخترم باشن اتفاق بیفته. این نگرش مشخص دقیقاً، این نگرش باید متاسفانه تو جامعه ما جا نیفته، جا بیفته واقعا. این وسط حتما پسری با دختری در ارتباط، اتفاق این وسط نباید بیفته. میتونم هم دوست دو تا دوست خیلی صمیمی باشن، خیلی واقعا کمکایی که کمند و پریسا به هم میکنن، 10 تا پسر جمع بشن نمیتونم کمک بکنم از نظر فکری یا هر چیز دیگه فکر بکنید. یعنی واقعا خیلی خوب راهنمایی میکنن چون دیدشون باسه، دو تا چیز میبینن من نمیبینم، ولی پسرا معمولا تک بودن یه بودو میبینن، یه سمت قضیه رو میبینن یا خیلی کوتاه مدت فکر میکنن، دخترا بلند مدت فکر میکنن. همین مشاوره و همین کمک ها باعث میشه آدم رشد بکنه. اینو باید در نظر بگیریم که یه دونه چیزم من داشتم، تجربه خودم نبود، یکی از دوستانم که از ایران دوست دختر دوست پسر پر شده بودن اومده بودن، یعنی با هم دوست بودن اومده بودن اینجا، 6 سال هم با هم زندگی کرده بودن، بعد یه دختر گفت من میخوام برگردم ایران و مجبور شده بودن کات کنن و دختر برگرده ایران. حالا هم صدمه روحی دیده، هم صدمه مالی و خونه رو میخواد چیکار کنه، تنهایی چجوری ساپورت کنه. واقعا آینده رفت آدم، درسته آدم اصلا نمیدونه آینده چه اتفاقی ممکنه بیفته، ولی هیچ وقت پارتنرتون رو مجبور نکنید با شما مهاجرت بکنه، یا مهاجرت میکنه یا نمیکنه، شما مجبورش نکنید مهاجرت کنه، چون کسی که دلش به مهاجرت نیست بعد از 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بالاخره برمیگرده. اگر خودش این تصمیم رو نگرفته باشه بالاخره برمیگرده. یا اینکه
نه مثلا میاد میگه دست درد نکنه مثلا منو اجبار کردی و اینا اومدم خوشم اومد فلان، ولی این درصدش خیلی کمه که طرف بیاد خوشش بیاد حال کنه و بمونه. من تا اونجایی که دیدم اونایی که مجبور شدن به خاطر رابطهشون مهاجرت بکنن اکثرا درگشتن، حتی کسی رو میشناسن که ازدواج کرده بوده ولی چون خودش نمیخواسته که تو اون کشور، حالا ترکیه نبوده یه کشور دیگه بوده، چون خودش نمیخواسته تو اون کشور اقامت کنه، بعد از 10 سال زندگی مشترک جدا میشه و برمیگرده، چون خودش تصمیم نگرفته بوده که بره مهاجرت کنه، هنوز انگار بخشی از خودش رو ایران جا گذاشته بوده. یک داستانی که هست اینه که وقتی که مهاجرت میکنید همه یه شما باید مهاجرت کنه، تمام وجود شما، خاطرات، بدنش، همه چیز شما باید مهاجرت بکنه. ذهنتون نمیشه ایران باشه، خودتون جسمن اینجا باشین، چون اذیت میشین، روحی روانی اذیت میشین. درسته 3 ساعت راه هر وقت بخواید میتونید برید ایران، ولی این کشمکشه مثل این میمونه که مثلا یه سر تنابو یکی گرفته، یه سر تنابو یکی گرفته، هی داره میکشه. خب یه جایی یه طرف وا میده و از اونجا جدا میشه. به خاطر همین هیچ وقت توی مهاجرت همدیگر رو مجبور به مهاجرت نکنید. اگر فکر میکنی پارتنرتون واقعا نمیتونه بیاد، در نهایت دوستی اونجا رو کات کنید و خدافظی بکنید، چون نه قرار شما به خاطر اون آدم از خواستتون از هدفتون دست بکشین، نه اون آدم قراره مجبور بشه به انجام چیزی. شما ممکنه موفقیتتون رو توی کشور دیگه ببینین، اما الان چند میلیون آدم دارن تو ایران زندگی میکنن، خب همه اونا دارن حال، یعنی نمیگم دارن حال میکنن، ولی ترجیحشون این بوده که اونجا زندگی بکنن دیگه، اونا هم موفقیت های خودشون رو داشتن. اینجوری نیستش که هر کی مهاجرت میکنه موفقه، خیلی ها مهاجرت کردن بعد یه سال برگشتن. من موردی رو میشناختم که الان فکر کنم بالای 3-4 سال مهاجرت کردن، وضعیت مالی عالی، اینجا خودشون 2 تا خونه دارن، اجاره میگیرن، یعنی 2 تا خونه دارن که خودشون ساکنن جا به جا میشن، 2-3 تا خونه هم دارن که اجاره میدن. خب یعنی وضعیت مالی عالی، منبع درآمد عالی، بچه‌هاشون اینجا مدرسه میرن عالی، زبون خودشون، همه شرایطشون اوکیه. خب ولی نتونستن با اینجا آداپته بشن، بعد از 4 سال دارن برمیگردن ایران. نه اینکه تازه دیگه هم دارن میان کشور دیگه ها، نه دارن برمیگردن ایران چون نتونستن آداپته بشن. خیلی اینو دقت بکنید. اون توی ویدیوهای قبلی هم پریسا اشاره کرد که آقا بیاین اینجا یه مدت زندگی بکنید. اگر میخواییم با پارتنرتون بیاین، بیاین 3 ماه اینجا با پارتنرتون زندگی بکنید، ببینید اصلا زیر یه سقف با هم میتونید زندگی بکنید، اصلا میتونید کشمکش‌های مهاجرت رو با هم دیگه تحمل کنی، اون حجم از اضطراب. ببین مثلا یهو شما، حالا کسی که کردیت کارت داره، یهو می‌بینی او مای گاد من چقدر مثلا باید پول کردیت کارت بدم، اینو از کجا بیارم، اگه کردیت کارت ندم زنگ می‌زنم بهتون تو یه ماه میگن شما مثلا از انقدر بیشتر داشتین چرا پرداخت نمی کنین، و اگه یه مدت طولانی پرداخت نکنید حتی ممکنه هم نخروج بشین، حتی زندان هم داره. آره. یعنی استرابای یهویی ممکنه خیلی براتون اتفاق بیفته. 2 ماه 3 ماه بیاین با پارتنرتون زیر سقف زندگی کنید، ببینید میتونید. اگر تونستین که دمتون گرم، ایشالله خوشبخت باشید. ولی اگه نتونستین، با 3 ماه از یه عمری که قراره عذاب بکشین جلوگیری کردی. یه چیزی هم که در واقع کمن برگشت گفتش که واقعا با پارتنرتون بیان، یه چیزی بهتون بگم، گاهی وقتا شما پارتنرتون مهاجرت میکنین و خب طرف از یک کشور دیگه با یک عقاید و یک در واقع پوشش دیگه مهاجرت کرده به یک کشور آزاد دیگه، آدمای رنگارنگ میبینه، اصلا این طرف نمیچی میکنه، جنبه اینو نداره تو کشور آزاد زندگی کنه. اول اینکه آدم خودتون رو بشناسین زمانی که میخواییم مهاجرت کنین، حتی زمانی که تو ایران با طرفتون حالا دوست میشین و وارد رابطه میشین، هرچند که سخته
هم شناخت دختر برای پسر و هم بالعکس. ولی واقعا یه سفری بیایم باهاش ببینیم که اصلا نگاهش هرز میده یا حتی دختره واقعا به عنوان یه دختر در کنار شما وقتی راه میره وفادار است. اینو شاید شنیدنش الان برای شماها یه ذره مضحک باشه، ولی وقتی وارد دنیای اینجا میشی و وقتی تعداد این مسائل رو خیلی زیاد میبینی و میشنوی میبینی که خیلی مهمه. طرفتون امتحان کنین. بعدش هم که اگه طرز فکر دارین که اینجا شرکت های جیم تی ویه که تنه این به تنه اون میخوره، رئیس میاد از منشی خواستگاری میکنه، اصلا از این خبرها نیستش. اگرم باشه خب اگه 1% میگم حق با شما باشه، بر طبق شبکه های جیم تی وی پیش بره، شما عزت نفستون رو داشته باشین، یعنی واقعا پذیرا این که مثلا یه نفر دیگه خرجشون رو بده. شاید الان این حرفا توی دنیای امروزی تو همسن و سالای ما واقعا ملاک نباشه. من یه ذره طرز فکرم دیروزیه، اینم همه جا میگم و معتقدم که دیروزی ها خیلی موفق تر بودن حداقل تو این مسائل. البته اینه بگم دیروزی نیستش، ببین یه سری چیز عقاید هست تو اروپا هم همینطوره، طرف سالم فکر میکنه و هدف من میره جلو، قرار نیست هر اتفاقی رو هر کاری بکنه. این امروز دیروز نداره، استقلال خود فکر سالمه، منظور اینه. یعنی فکر نکنه مثلا یه سری الان دههای جدید اومدن که فکر میکنم واقعا همه چی میدونن، ولی متاسفانه نمیدونن و اینا رو زمانی میرسن که به سن ما برسن. ما داریم از الان میگیم، من خودم شخصا واقعا تنها رشد دلیل رشد زندگیم و پوانی که داشتم این بود که از تجربه بزرگترهای خودم استفاده کردم. دوستای من همشون بالای 50 سال بودن، تو ایران بودن، من 20 سالم بود، اونا 50 سالشون بود، همه مدیر عامل، مدیر. خب اینا رو استفاده کردم، به یه سری جای خوب رسیدم و واقعا همه جا محترم و قابل اعتمادم، احترامم و اعتمادم بهم میکنه. به خاطر همین طرز فکر این بد نیست. آره ببینید، صرفا اصلا دنیا به هیچ آدمی انقدر اجازه نمیده که تو بخوای همه چیز خودت تجربه بکنی. بعد هم نیست از تجربه ای که همسن و سال خودت، که بزرگتر از خودت، کوچکتر از خودت استفاده کنی. همه ماها ضربه میخوریم، ضربه خوردیم و ضربه خواهیم خورد، ولی میتونیم تا یه جاهایی ازش پیشگیری بکنیم. میزان ضربه ها خیلی مهمه که چقدر بهت آسیب بزنه. بعضی از ضربه ها جبران ناپذیره، یعنی واقعا جبران نمیشه، یا هزینه های مالیش زیادی داره، حالا مالی هم نه، هزینه های درونی، روحی، روانی زیادی داره برای شما. یه نکته یاد آمد، بازم به همونطور که فرشته میگه شاید الان براتون خیلی مثلا چیز نباشه، معلومه دیگه، واضحه دیگه، ولی ببینید مثلا میاین اینجا اگه تنها باشید، ببینید همه ما، من که تجربه کردم، قطعا شما هم تجربه کردین، توی این تنهایی نه یه دوره افسردگی رو تجربه کردیم و توی اون لحظه که تو اون حالت رو داری و داون شدی، میخوای به هر چیزی دست بزنی که یه ذره بیای بالا. خب حالا اون هر چیزی ممکنه یه جای دوست خوبت باشه که دستشو میگیری میکشتت بالا، یه جا ممکنه مثلا دوستت دیگه آقا ببریم مثلا با هم یه رول بزنیم و کیشی، یعنی یه رول زدن همونا و دیگه همون روله رو هی زدن همونا و هرچیم در میاره دیگه مستقیم رفت، هیچی نیمونه. اصلا بحث سلامتی نیست، بحث مالی دارم میگم، شما هی باید اینو خرج کنی، هی باید خرج کنی. از نظر اجتماع هم واقعا میگن فلانی مثلا خیلی گل میکشه، اصلا تو اون اعتبارت هم کلا از بین میره. و اینکه ببینید مثلا تو ترکیه من اصلا به اندازه ایران گلباز ندیدم، واقعا تو تهران خیلی گل میزنن، خیلی این قضیه شایعه، توی ترکیه بیشتر سیگار میکشن. من سیگارت خیلی دیدم اون اوکی، ولی گل واقعا زیاد ندیدم، همه جا بری بوش بیاد، ولی ماشاءالله تو پارکای تهران کلن بوش هست، همیشه همه جا مثل نقل و نباته، مثل سیگار گفتن سر کوچه هست. سعی کنید وقتی که مهاجرت میکنید یک زندگی سالم رو شروع کنید، برای همه چیتون خوبه، هم برای آرامش زندگیتون خوبه، هم علاوه مالی خیلی کمکتون میکنه، همین که واقعا توی اون سرازیریه نمیافتید. و یه نکته بامزه این که حالا اگر هم فانتزی اینو دارین که بریم دختر ترک و پسر ترک پیدا کنیم،
خیلی هم فکر نکنید ریخته، واقعا پیدا نمیشه، مخصوصا دختر تو که اصلا موجوداتیه خیلی پذیرام نیستن، پذیر خارجی نیستن. آره یعنی اصلا آدمایی که ساده و راحتی نیستن به هیچ عنوان، بسیار چی میگن سر جنگ دارن. آره. و بسیار پرتوقعن. یعنی یه دیت شام بخوای دعوتش کنی میگه اوکی اول بریم سرویس طلب واسه من بگی بعد بریم یه دیت شام. ما حتی یه مصاحبه هم داشتیم در مورد همین ازدواج ترکا با خارجی. آره، آره. اونجا هم بیشتر ترکو ترجیح دادن. آره. دخترای ترک. آره. پسرای ترک 100 درصد ترکو میگفتن یا ترک میگفتن روس میگفتن. ولی کلا دخترای ترک مثلا اگه پسر هستین فکر نکنید بیاین اینجا دخترای ترک براتون ریخته. داشته میگه دخترای استانبول واقعا یه ذره اینجوریان که ما خودمون هم که دختریم سخت بهشون نزدیک میشیم، چون هم سخت خود شما رو میپذیرن توی خودشون، هم که به شدت حساسن، به شدت حساسن. شما اگر که یه چشتون رو برگردونین دیگه اون یکی چشتون ندارید که برگردونین، یعنی واقعا همینقدر حساسن. خیلی دفعی هم قشنگ طلا درست نیست بگیم، ولی خب این حرکت انجام میدن. ولی خدا رو شکر مصاحبه رو ترکا نمیبینن. فکر نکنید براتون. البته ترکا از من درخواست داشتن بوده زیرنویس ترکی بزنه، حتی ما هم نگاه کنیم نمیشه. خب خطرناک واسه همون یه سری چیز. شهر ترک شاید پیدا کنید اما دختر ترک اصلا کنسله، ولش کن. بعد شهرستان هم بخواید پیدا بکنید، خب تو ایران هم همینه. البته نمیخوام جسارت بشه، منظورم این نیستش که شهرستانی بدن یا تهرانی ها خوبن یا اونا که استان زمین کلن دیدگاه نگرش کلی دارم میگم، چیزی که روانشناسی جامعه شناسی بررسی شده واقعا همینه، چه تو ایران چه تو اینجا. کسانی که تو شهرهای کوچیکترن فضای بسته‌تری دارن، نظارت روشون بیشتره و میان تو جای بزرگ خودشونو گم میکنن. شاید شما باید توی شهر کوچیکی دختری پیدا کنید واقعا ماه باشه عالی باشه، ولی اونو بیاید توی شهر استانبول از پوسچه بیایی توی اقیانوس دیگه از یه سری شرایط خارج میشه، همسایه یادش میدن، دوستاش یادشون میدن، اصلا میبینه جامعه رو میبینه و متاسفانه این تغییر رو به دید مثبت تو خودش انجام نمیده. حالا ممکنه یه درصد هم خوب بمونه و تغییر مثبتی داشته باشه، ولی خب معمولا چیزی که من واقعا تو عمرم تجربه داشتم و بیشتر دادگاه طلاق رو دیدم سر همین بود که طرف از شهرستان و تهران خودش گم کرده بود. هر روز با این پسر با اون پسر دنبال دوست پسر بودش، ازدواج که قبل زندگیش مثلا قبل ازدواجش هیچ کاری نکرده، اومده ازدواج که تازه یاد دوست پسر بازیش افتاده. توی ترکیه هم همچین چیزایی ممکنه بیفته. مهاجرت هم این اتفاقا میفته که همون چیزی که پریسا. آره. دقیقاً. و اینکه نرید تو شهرستان دختر فکر کنید اونجا بگیرید بیارید اینجا اوکی میشه، اونم خیلی کم واقعا پیدا میشه. تو سال دو ببخش تو سال سوم به بعد دنبال رابطه عاطفی باشین، اصلا تا دوم سوم ول کن بی خیال. اونم معیاراتونو واقعا درست انتخاب کنید. معیار این که من برم با فلانی آشنا شم که اقامت بگیرم و نمیدونم با اون یکی آشنا بشم که برم نمیدونم کرای خونه هم بندازم گردن، اینا معیار نیستش. خودشون زرنگ تر از ما فکر نکنید که شما خیلی زرنگین و الان میخواین برین چیز کنید و اینا، واقعا اینطوری نیست. و هر آدمی ماشاءالله مخصوصا تو این جامعه که همه دنبال نفع خودشونن، همه ماشاءالله خوب بلدن که چه جوری بشه از هیچی گرفت. خلاصه که فکر نکنیم خیلی زرنگیمون ببینیم میشه از مثلا اون چه جوری گرفت اون چه جوریه. حسابی حواستون به خودتون باشه. شاید اینم شنیده باشید، خب خیلی ها میگن که آره ترکیه مثلا من رفتم دخترم اخصن پسره خرجم رو داد، رفتم خونه این موندم خونه اون موندم، نم پول یخچال هم مثلا وسایل یخچالی مو فلانی داد پر کرد، مثلا میخوام گردش با فلانی میرم. اولا خب شخصیت اجتماعیتون کجاست، خودتون چی میبینید واقعا با یه شخصی که ببخشید این اصطلاح به کار میبرم، با یه شخصی که بیزینسی این کارو انجام میده چه فرقی میتونید داشته باشید. شما هم در از همونید، اون حداقل تکلیفش مشخصه، میدونه چیه چی کار است و پولشو داره در میاره، ولی شما تکلیفتون با خودتون مشخص است، با 10 نفر در ارتباطید، یه پولی هم دارید این وسط یه جوری بالاخره به هر نحوی، حالا یا به صورت خوراک باشه، به صورت گردش باشه، به صورت پول دانشگاه، اجاره، پول اقامت، همه اینا ممکنه باشه، ولی خب بازم با همون شخص هیچ فرق ندارید. این واقعا اینا هستن اینجا میبینیم و دور و برمون هم شاید باشن، ولی خب کار قشنگ و جالب نیست، شخصیت خودشون رو زیر سوال میبرن و واقعا از نظر انسانی جایگاه خوبی ندارن. من خودم اینو واقعا
اصلا قبول نمیکنم. نکنید. اصلا پیشنهاد نمیدم. مهاجرت میکنید به فکر این داستان نباشید. نه به ترکیه. مهاجرت. نه به ترکیه. به هر جایی که مهاجرت میکنی. چون آخه یه نکته‌ای هم که هست. باز همون برمیگره به اون دوران افسردگی و اینا. آدم ها یهو به خودشون میان میبینن تنها. و به خاطر تنهایی به هر آدمی چنگ میزنن. خیلی حواستون باشه، حداقل اگر هم خواستین به هر آدمی توی تنهایی چنگ بزنین، سعی کنید گزینه های بهتر رو انتخاب کنید، یا حداقل جنس مخالف نباشه. و البته بگم یه چیزی هم هست، من یه دوستم داشت تعریف میکرد که همخونه گرفته بود، یعنی دختر بود و همخونه دختر گرفته بود، ولی همون همخونه دخترش ازش اپل واچ زده بود، دلار زده بود. خیلی حواستون به این. آره. اون برمیگه اون ویدیو همخونه اونو نگاه کنید حتما. حالا لینکش پایین واسه تو میذارم. من میبندم و به نظر من ما هم بعد دیگه جمع کنید. خلاصه که لقمه مطلب و همه صحبت های مست نفر این بود که به قول کمند، آره، اون دوره افسردگی رو هممون گذروندیم، به خصوص کسایی که عاطفی ان، به خانواده وابستن مثل خود من، و هممون طبیعتاً همین بودیم. این دقیقاً برمیگره به اون زمین خوردنه. زمین بخورین، گریتون رو بکنین، دردش رو تحمل بکنین، ولی مسیر رو اشتباه رو نرین، چون اون زمین خوردنه تموم میشه. خب یه برهه تموم میشه، ولی اون کار اشتباهی که انجام میدیم واقعاً تا آخرش باهاتون میمونه. حالا خود دارین. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. اگه از این سبک ویدیوها بازم میخواید بگیریم، حتما توی کامنت ها بنویسید. سوال چیزی هم بود اونجا بنویسید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. خدافظ.